سلام به زیباترین های پرشین رپ ریاکشن، سهراب هستم. خوش اومدید به چنل خودتون پرشین رپ ریاکشن. روحم هستم. خب قبل اینکه بزنید جلو، بذارید بهتون بگم که ستونا دوشنبه یک برنامه داریم، یک سورپرایز خوب داریم که خیلی مطمئنا دوستش دارید، چون خیلی درخواست زیاد بودین. بود آره. و اینکه یک جایزه هم براش در نظر گرفتیم برای سه نفر از کسانی که بیشترین کامنت ها رو بذارد، به صورت رندوم قرعه کشی میکنیم و ویدیو رو لایک کرده باشن، جایزه نقدی میدیم. ستونا دوشنبه رو دست ندید، فقط یه ویدیو دوشنبه قراره بذاریم، ساعتش هم مشخص نیست، پس زنگوله رو بزنید و منتظر باشید. عشق دلید ستونا، آها زنگوله رو بذارید روی آل بچه. آره. خب اومدیم با موزیک سراب از علیوج عزیز که 5 تا دستیار میام این وسط داد، یه ترک هم داد، بین 4 و 5 ترک هم داد. اینا همه تو کمتر از مثلا یه هفته بود. ستون فعالیت علیوج. آره علیوج ستون فعالیت. قبل همه چی مرسی از اسپانسر عزیزمون اکانت شاپ، که اکانت اسپاتیفای، نتفلیکس، اپل میوزیک، یوتیوب و کلی چیزای دیگه داره، اکانت های بازی، همه چی داره. خلاصه دستش خیلی بازی، 20% تخفیف هم برای گاچه که از طرف ما برن گذاشته. کد تخفیف راه ارتباطی توی دیسکریپشن. تو سری بریم و بیا موزیک با هم داشته باشیم. پرژن رپ ریاکشن. خب آقا بریم که داشته باشیم. قبل از اینکه بریم داشته باشیم، سابسکرایب، لایک، کامنت فراموش نشه. اگه تازه با ما آشنا شدید، ما رو به دوستاتون معرفی کنید و کلی توی چنل ویدیوهای باحال داریم، میتونید سر بزنید و ببینید. بریم موزیک داشته باشیم. ستونم یا نه آش بودی حالم نمیدونم چی این ور نشسته. جانانه را گم کردم، نمیدونم پیمانه نیست، چرا نقطه بر نمیدونم. آره مورن مش اسپکترومش خیلی دقیق میزنه. از این خونه گریختم هزاران شب و به من بر تل غمای تو راز دل تسرار من، منم آن گل آبی هوای تو هوا. چیجو؟ چه حالت مثنوی تو؟ من از این خونه گریختم هزاران شب و به من بر تل غمای تو راز دل تسرار من، منم آن گل آبی هوای تو هوای من، لبخند تو سرای من، کلید در درای من، تو کوه عشق و دلی خرابتم قلای من، منز دنیا زخوردم دستان تو برای من، توی تو منای من، در دوی تو برای من، عشق تو بی نهایت در وسط زمان من، عشقات دریای من. تکس خودشه؟ چرا انقدر استایل قدیمی داره؟ استایل مثلا حافظ سعدی و مولانا و مثلا این چیزاه، چیزی هم نوشته نیست، نمیدونم، ولی باحاله. باحاله؟ ولی اگه خودش همچین تکسی گفته باشه که سوپر باحاله. یعنی آجی برو بریم. من حضور تو پروانه کرد تو پیله ی عواطفم، حضور تو میگه پیله کرد تو پیله عواطفم. چی؟ درست گفتم؟ پیله کرد تو چی؟ یعنی من حضور تو پروانه کرد تو پیله پر حضور تو پروانه کرد تو پیله عواطفم، عواطفم صدای تو موسیقی شبهای من، من ز عشقت نه ببین هیچ وقت 100% حافظ موسیقی شبهای من نمیگفته. آره موسیقی اون موقع نبود، اصلا موسیقی من وجود داشته. کنم لایف میزدن مثلا قدیم دوره جنگای صلیبی هم لایف میزدن، مثلا یه نفر میزد موسیقی بهش میگفتن، نمیدونم حالا اسمشو، شاید ترکیبی باشه تکسش. آره. ها شاید هم نمیدونم. شدم وجود تو پرهای من، من ظالم ترد شدم چون تو بودی دوای من، تو تک تک دقایقم، ای گل شقایقم، از هوش پرید حواس من، وقتی که تو رو دیدم توقف کرد زمان من، ما موندیم و برگای زرد، آن لب دل و دادا و سرش گذشت و این جهان آدم زده، کاش بودی پیش این ماتم زده، می دیدی حالش بده، حالم بده، آی ها خوش آمان آشناین، خوش آمان. ولی فکر کنم رپ نمیشه بهش گفت، بهش میشه گفت آواز گفت، یا گفت آواز همون رپه فارسی سازه شده، رپ رپه.
شعر آواز نمیشه رپ نه رپ مثلا تو حالت سنتی مثلا اجرا کردن باله مثلا آخه چیزم نمیشه اسمش یادم رفت یه چیز از صحبت میکنم مثل پشت این جنگ ها اسمش یادم رفت اسمش میدونستم چی؟ تصنیف؟ نه یه اسمش پسا پرده؟ نه اصلا فارسی نیست اینترو هنجی چرا؟ مکالمه دیالوگ نه اصلا توی مایا نیست نه فارسی نیست فارسی داره رو نمیدونم ولی منظورم اینه تو مارکت چیکار میکنن؟ صحبت میکنن به حالت ریتمیک آره ولی اونم نیست بیت داره ترکیبی از که آره اون نیست بریم یا؟ بریم میدیدی حالش بده حالم بده آی حالم بده حالم بده آی حالم بده کاش بودی پیش این ماتم زده جهانم آدم زده عاشقانه ی عاشقان پیمانه را گم کردم در کنج ویران ماندم هم خانه را گم کردم هم در پی بالاییان هم آیا همون رو چیز نمیشه پیمانه را گم کردم خیلی عاشقان عاشقان پیمانه را گم کردم باید سو بکشم آقا جهانم آدم زده ای عاشقانه ی عاشقان پیمانه را گم کردم در کنج ویران ماندم هم خانه را گم کردم هم در پی بالاییان یه دقیقه ما بریم سرچ کنیم یه خب بچه ها حاجی مثل این که برای دیوان شمساره غزل شماره 1371 ای عاشقان ای عاشقان پیمانه رو گم کردم زان می که در پیمانه ها اندر نگنجد خوردم یا میخوای پایین تر برو شاید پایین تر باشه دوباره مثلا یه چیز دیگه داشته من اسم میکنم یه مصرع از اینجا میاره یا یک آرتیست آره، میاره یا یه چیزی خودش اضافه میکنه یه چیزی خودش یا شاید هم پایین تر مثلا داشته باشه دوباره نه دیگه نداره. اون قافیه نی همون یه دونه است قافیهش عوض میشه آها گم کردم اینجا دیگه قم عوض میشه آها یه بار دیگه بریم گوش کنیم چه ویران ماندم هم خانه را گم کردم هم در پی بالاییان هم من نسیر خاکیان هم در پی هم خانه هم هم خانه را گم کردم آهم چو بر افلاک شد اشکم روان بر خاک شد آخر از اینجا نیستم کاشانه را گم کردم در قالب این خاکیان عمری از سرگردان شدم چون جا نسیر حبس شد جانانه را گم کردم از سبز دنیا خستم چون مرغکی پر بستم جانم از این تن سیر شد سامانه را گم کردم من زالم ترد شد چون تو بودی دوای من تو تک تک دقایقم ای گل شقایقم آمد دل و دادا بسترش گذشت و این جهان آدم زده کاش بودی پیش این ماتم زده می دیدی حالش بده حالم بده آی حالم بده حالم بده آی حالم بده کاش بودی پیش این ماتم زده جهانم آدم زده حالم بده کاش بودی پیش این ماتم زده جهانم آدم زده بیت بای باس چقدر موزیک خوب بود آجی آجی پیدا کردم پیدا کردی؟ دکتر حمید راد چی میگه؟ ای عاشقان ای عاشقان پیمانه را گم کردم در کنج ویران ماندم خمخانه را گم کردم هم در پی بالاییان هم من اسیر خاکیان هم در پی همخانه هم خانه را گم کردم یه بار دیگه گوش میدیم اینجا رو ای عاشقان ای عاشقان پیمانه را گم کردم در کنج ویران ماندم هم خانه را گم کردم هم در پی بالاییان هم من اسیر خاکیان هم در پی همخانه هم خانه را گم کردم آهم چو بر افلاک شد اشکم روان بر خاک شد آخر از اینجا نیستم کاشانه را گم کردم در قالب این خاکیان عمری از سرگردان شدم چون جا نسیر حبس شد جانانه را گم کردم از سبز دنیا خستم چون مرغکی پر بستم جانم از این تن سیر شد سامانه را گم کردم من زالم ترد شدم چون تو بودی اینجا نیست در خواب دیدم بیدلی صد عاقل اندر پیروان اوکی اینجا عوض شد ولی این هست مثلا چی هست تو بخشت
میگم هست که مثلا شعر یه نفر دیگه رو به یه صورت دیگه شرایط بدن بهش بخونن. ما حافظ خانی داشتیم، شروعش با سیناسایی بود و شعرهای حافظ رو به صورت رپ میخونن. این اتفاق افتاده قبلا تو رپ فارسی و اینکه باحال بود، این اجراش خیلی خوب بود، من حال کردم. آره هم همچنین با بیت، هم با ملودیک خوندنش، هم با حال و فضایی که اون بیت داشت. آره من حال کردم. لایی میخواستی اون چیزو شعر رو سرچ کنید، دکتر حمید راد، آهنگ گمگشته. گمگشته و اینکه عشق دل تو خب خیلی نواز بود، سراب از علیوش که واقعا خفن بود. آره تم جالبی داشت. دم علی اوج عزیز گرم و مرسی از باس که بیتو زده. آرت ورک هم بای چیه؟ هیپنوتیست. دم همتون گرم، پروژه خفنی بود. مرسی که تا اینجای برنامه با ما همراه بودید. سابسکرایب لایک کامنت فراموش نشه. از دوشنبه جان نبونید. به سه نفر قرار جایزه نقدی بدیم. زنگوله ها رو روشن کنید، جاتون اینجاست. یا علی و خلاص. خیلی.